سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی. چالش ها در قراردادهای سنگ مرمر باعث شده از کارکنان این سکتور با چالش های زیاده به همراه شوند. مسئولان در اتحادیه پروسس و استخراج سنگ مرمر میگویند در این بخش صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. اما با بند شدن قراردادها از سوی حکومت مشکلات زیاده برایشان خلق شده است. وزارت مادر میگوید که در این مورد کارهای تازه آغاز شده است. مؤسسه دولتی تحقیقاتی بریتانیا: برگزیت بدون توافق به رکود منجر می شود. دفتر مسئولیت بودجه ای در مورد تبعات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی برگزیت بدون دستیابی به توافق با این اتحادیه هشدار داده است. دفتر مسئولیت بودجه ای در گزارش گفته است که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به آن که توافق در مورد شرایط خروج و روابط بین دو طرف به دست آید می تواند رشد منفی تا 2% را همراه داشته باشد. این نهاد دولتی تضعیف اطمینان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری و مبادلات تجاری را عامل بروز رکود کاهش ارزش دارایی ها و نرخ برابری پوند در برابر ارزهای معتبر دانسته است. پیشبینی قبلی آن مؤسسه در مورد وضعیت اقتصادی بریتانیا در پایان سال 2020 حاکی از رشد حدود 2% بود که بر اساس فرض برگزیت با توافق با اتحادیه اروپا تنظیم شد. در صورت که پیش بینی این دفتر درست باشد، خروج بدون توافق از برگزیت به معنای کاهش 4% رشد نسبت به پیش بینی قبلی است. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با گزارش بانک جهانی در مورد این که افغانستان بدترین رشد اقتصادی در جنوب آسیا را دارد و اینجا برای بحث بیشتر سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد اینجا باهات داریم. بهمن صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر. آقای بهمن، رشد اقتصادی امسال ما چقدر است؟ اجازه بدین سلام داشته باشم خدمت بیننده ها و همکاران عزیز شما. چیزی که مطرح بود گزارش بانک جهانی بود که روز قبل نشر شد و در او دیدگاه جهانی بود که ما در سال 2018 متاسفانه یک رشد کمی را داشتیم و رشد اقتصادی ما یک افتی را داشت نظر به سال 2017 و چیزی بود که ما تقریبا 5 ماه قبل همین را مطرح کردیم که متاسفانه سال 2018 نظر به دلایل خاصی سال خوبی برای اقتصاد ما نیست. اما این سال که ما قرار داریم به مراتب خوبتر هست و پیش بینی میشه که ما چیزی نزدیک به 3% رشد اقتصادی خواهد داشتیم و در صورتی که ما بتانیم از این روند استفاده بکنیم برای سالهای بعد هم ما یک رشد تا 4.5% میتونیم داشته باشیم و ای که ما در جنوب آسیا جز کشورهایی هستیم کمترین رشد داریم در او شکی نیست، به خاطر که در جنوب آسیا هند هست، کشورهای دیگری مانند سریلانکا و نپال و پاکستان و اینها هستند که هر کدام از اینها از حداقل یک سلسله ثبات نسبی بهره مند هستند و این ثبات باعث شدگی هست که اینها بتونن رشدشان را تسریع کنند و در عین حال هم اینها در حقیقت یک کشورهایی هستند که حداقل با دسترسی دارن با بعضی زیر ساختا و امکانات. متاسفانه افغانستان در طول جنگ هایی که در گذشته بوده و الان هم در جریان جنگ هستیم هنوز هم ما نتونستیم از او فرصت هایی که در داخل اقتصاد افغانستان هست از او استفاده بکنیم. آقای بهمن، این که افغانستان در جنوب آسیا یعنی بدترین رشد را داره، شما بیشتر دلایلش را در کجا می‌بینید؟ دلایلش بسیار واضح است، در چند مورد هست. من یکی میگم که عمر اقتصادی افغانستان نزدیک به 15 سال تا 16 سال است. قبل از اون متاسفانه همه زیر ساختار را ما از دست داده بودیم. و موضوع دیگری که مطرح هستی است که ما جریان جنگ هستیم، کشوری هستیم که فعلا هم جنگ است. شما میبینید که هنوز هم در بسیار ولایات ناامنی هست، در بعضی جای ها هست و دشمنان مردم افغانستان اجازه نمیتن که مردم افغانستان از اون ظرفیت ها و از اون قوت هایی که هست هم دولت و هم مردم افغانستان استفاده بکنن تا بتونن که حداقل لقمه نانی را به دسترخوانشان بیارن و حداقل روزی را به خوشی و با حداقل امکانات داشته باشند. با مخاطر هست که این دلیل هست. دلیل دیگرش هم هست که ما متاسفانه زیر ساختای لازم هنوز هم نداریم. هنوز هم شما میبینید که خطای ریل آمده تا بعضی نقاط مرزی، یک قسمتی کمش داخل خاک افغانستان شده، اما ما این نقطه ها را با هم وصل کردن نتونستیم. بحث دیگری هست که سکتور خصوصی ما هنوز هم به او تجربه لازم نرسه. در داخل دولت هم هنوز هم مشکلات هست، اما این را اذعان میکنیم و میگیم که هنوز هم ما در بود قوانین مشکل داریم، در بود تداخل وظیفه بین نهادها مشکل داریم، در بود
کسی که هنوز هم بعضی نهادها تلاش میکنن که تمامیت صلاحیت های بیشتر داشته باشن و محدود بکنن صلاحیت های دیگری ادارات متاسفانه وجود داره. و در کنارش هم بحث دیگری که ما داریم این است که هنوز هم ما کشوری هستیم که 10 در مقابل 90 هست، یعنی 10% صادرات داریم 90% واردات، چیزی نزدیک به 870 میلیون صادرات داریم اما چیزی در حدود 8000 نزدیک به 8000 میلیون دلار ما واردات داریم، یعنی نزدیک به 8 میلیارد دلار ما واردات داریم و هنوز هم کشوری هستیم که متاسفانه در جنوب آسیا جز کشورهایی هستیم که بیشترین میزان فقر داره. اینها دلایل مختلفی هستند و در عین حال هم ما یک کشوری هستیم که با شدت وابسته به کمک های بیرونی هستیم تا هنوز هم عواید داخلی ما توانایی تکافوی زیر نداره. بنان اینها دلایلی هستند که ما در این قسمت قرار گرفتیم. و یک نکته دیگر هم میخوایم بگم که هنوز هم یک قسمت کلانی از مصارف ملی که ما میکنیم در چوکات بودجه ملی مصرف نظامی ما هست، به مراتب او بیشتر از مصارف انکشافی ما هست. بنان مصارف جنگ به شکل اتومات قاعده است که مصارف جنگ بار اضافی را خلق میکنه اما کدام ارزش خلق نمیکنه و دو از بود اقتصادی البته اما از بود مثلا نظامی و امنیتی تاثیرات خاص. آگاهان اقتصادی به این باورن که وضعیت مبهم افغانستان، گفتگوهای سال و انتخابات و ناامنی که شما قبلا اشاره کردین میتونه بیشتر در بطی شدن رشد اقتصادی کشور رول داشته باشه. تنها او دلایل نیست متاسفانه. بله، اما در این شکی نیست که یک نقطه کلانمی هست که وقتی یک سرمایه‌گذار در یک جای سرمایه‌گذاری میکنه اما ثبات سیاسی را میبینه، میبینه که 10 سال بعد این کشور در کجا قرار میگیره، چون او یک سرمایه‌گذاری هزینه در اینجا انجام میده. او بحث هستن اوس پاورجاست و همیشه هم انتخابات در اکثر کشورها بعضی مواقع بی‌اعتمادی ها رو خلق میکنه، بعضی کشورها اعتماد خلق میکنه. اما متاسفانه ما یک تجربه بدی داشتیم، مردم هراس دارن، سرمایه‌گذار هراس دارن که تجربه سال 2014 اتفاق نیفته و به خاطر به عنوان یک فرضیه ای گرفتن که اگر ما نتونیم انتخابات خوب برگزار بکنیم که در او دیدگاه ما هم هست، ما اگر یک انتخابات خوب مدیران انتخاباتی ما نتونن برگزار بکنن، خدای ناکرده تکراری هم گذشته بوده باشه، باز واضحه که اقتصاد ما آسیب میبینه. و در کنار از این موضوع سال هست، اما سال افغانستان یک سلسله امیدواری ها را خلق کرده و اگر این بتاره که به یک نتیجه ملموس برسه مطمئن باشین که افغانستان و ظرفیت داره که ما حداقل از بسیار کشورهای جنوب آسیا رشد بیشتر تجربه بکنیم، مثل که در زمانی که ما امنیت نسبی را داشتیم در سالهای 2008 و 6 و تا 2010 ما رشد اقتصادی ما اوسطش سالانه 9% بود که در جمله کشورهای می اومدیم که یعنی رشد اقتصادی سریعی داشت در جنوب آسیا. اما متاسفانه بعد از اینکه ناامنی ها گسترده شد و مشکلات پیهمی که آمد و موضوع مخصوصا موضوعاتی که موضوع ثبات سیاسی بود، چگونگی انتقال قدرت هست، موضوع اینها هستند که گاهی را از تجربه بدی که متاسفانه در اینجا کم شدن کمک های جهانی چقدر میتونه نقش داشته. در این شک نیست که شما وقتی که بعدا در ارقام برگردید نظر به سال 2000 تا 2011 کمک های جهانی تقریبا نصف شده و این تاثیر گذاشته بالای وضعیت اقتصادی افغانستان و عمو اقتصادی هم که ما یک قسمتش وابسته بود به تولیدات در داخل افغانستان، مخصوصا محصولات زراعتی، یک قسمتش هم به کمک های بیرونی چون قدرت خرید ایجاد کرده بود در داخل. متاسفانه اینی کمک ها کم شد، بیکاری افزود شد و در عین حال هم چند نقطه دیگر هم قابل بحث است. مثلا تا قبل از سال 2014 ما رشد نفوس مون در حدود 2.4 بود، حال 2.14 است و هر خانم حد اوسط در چین 1.6 طفل به دنیا میاره، در پاکستان در حدود 3 طفل به دنیا میارن، در کشورهای آسیای میانه در حدود 2.5 است اما در افغانستان 5.3 است و سایز فامیل ها در او جاها تقریبا بین 3 تا 4 است و نهایتا هم تا 5، اما در افغانستان یک فامیل 7 طفل داره و اکثر این خانه مزرعه میخوام یک فامیل 7 عضو داره که بر علاوه 5 طفلشان حداقل مرد پدر و مادر 7 تا میشن و اکثر همین خانواده یک نانآور دارن و تمام فشار سری از میاد. بنان او خانواده ای که قبل از سال 2002 که مثلا 3 فرزند داشت یا مثلا 4 تا داشت، آله آیدش تغییر نکرده، عین آیده داره اما تعداد فرزندهاش زیاد شده، مجبور است که از یک فرزندش کم بکنه و فرزند دیگه‌ش مصرف شه افزود بکنه. ببینن اینها در کل تاثیراتی هم تکنیکی هستن، هم سیاسی هستن و متاسفانه هم اجتماعی و فرهنگی هم در این دامنگیر هست. شما مثلا میبینین که یک قسمت مردمی ما هم در این پروسه دخیل هست. به طور مثال ما حداقل اما پیش بینی های میشه که سالانه در حدود 200 تا 250 میلیون دلار زیر ساختای خود از دست میدیم. همیش مثلا یا مکتب مادر میگیره یا پول پلچک مادر میگیره یا بعضی جایها بدون اینکه توجه شوه براش تلاش صورت میگیره که متاسفانه اما فرهنگ نیست،
فکر میکنن که یک سرک به ایجاد تیر شده، اینها ملکیت دولت است، دولت ها و حکومت ها یکی پی هم میروند، اما این ملکیت عام است، هیچ گاهی توجه بری از اون نشده. اینها بارهای فرهنگی هستند که در کل بالای وضعیت اقتصادی تاثیر گذاشته. اما در کل یک نکته را میخوایم بگم، این است که هیچ گاهی حداقل به عنوان کسی که الفبای اقتصاد خوانده میدانم، هیچ کشوری ما در دنیا ندیدیم که در جریان جنگ رشد کرده باشه، توسعه داشته باشه و حداقل مسیر حرکت کرده باشه. امیال اینم که ببینیم که نیم بند ما رشد 2% یا مثلا چیزی در حدود 2.57% داریم، او رو از یک سلسله تلاش ها هست. در جریان جنگ بسیار مواقع متاسفانه عقب گرد ها بسیار زیاد است نظر به پیشرفت ها. من این که کمک های جهانی کاهش پیدا کرده، به زیر ساخت ها توجه نمیشه، فقر بالاتر از 50% است و کارخانه های تولیدی یعنی بیشترش کارشان توقف است و به سر مناسب برای سرمایه گذار وجود نداره، یا جمله چالش هایی است که خیلی میتونه، شما هم قبلا اشاره کردین که تاثیر داشته باشه. بله. یعنی با چنین وضعیت رشد اقتصادی ما را پیش بینی ها چی را نشان میده که چگونه خواهد بود؟ حداقل یک دو سناریو را میخوایم بگم. حداقل با این وضعیت ما پیش بریم چیزی در حدود 5 نزدیک به 4.5% ما رشد اقتصادی تا سالهای 2022 تا 2024 خواهد داشتیم. و پیش بینی ما این نقطه را گفتم، خدای نکرده وضعیت هم بسیار بد نیست که بسیار زیاد باشه که خدای نکرده ما دیگه میریم به یک قهقرا و یک چیزی که دیگه باز از کنترل همه بیرون است. خوش یعنی بدترین حالت بعد از این خواهد. نه، نظر به سال 2015 خوب است. در سال 2015 ما رشد اقتصادی مون کمتر از 0.8% بود. حالا خوشبختانه حداقل 3% از اوست. این خوشبینی هست و خوشبینی که امسال هست مثلا تقریبا 4% از او میشه. مثلا امسال گفته شده که رشد اقتصادی چیزی نزدیک به 3% میشه و همو تحلیل های ما هم امیر نشان میده. اما بحث ما این است که ما به این قناعت نداریم. ما به این رشد میگیم که مثبت هست اما بتیست. این رشد باید دید شما چی است آقای بهمنی که با چنین وضعیت ما با اون رشد که پیش بینی شده میرسه؟ ما دو سناریو را خدمتتون عرض میکردم. یک سناریو شمی هست که ما با این وضعیت به چیزی در حدود 4.5% رشد میرسیم. اما یک سناریوی دیگه ای است که در صورتی که ثبات سیاسی بیاید، انتقال قدرت به شکل خوبترش و یک تجربه خوب شوه، مثلا انتخاباتی که ما پیش رو داریم و در این حال صلح نتیجه بده و بتونه که یک نقطه ختم برای جنگ بیشتر از 14 در افغانستان داشته باشه، ایره اطمینان براتون میتونم که رشد اقتصادی شما بعد از صلح میتونه به بیشتر از 9% هم برسه. اگر برعکس این موارد که شما اشاره میکنین باشه چه؟ اتفاقا باز سال 2015 ما دوباره تجربه خود کردیم، بدتر از اون حتی. شاید هم اتفاق بیفته به خاطر از اینکه خدای ناکرده اگر ما در جبهه اقتصادم ناکام بانیم، در جبهه سیاستم و در جبهه صلح واضحه که اتفاق میفته. اما خوشبینی ها برای مسیری مثبت است. اما او سناریو هم هست، اما خوشبختانه که فیصدی احتمال و اتفاقش به شدت پایین است. حالا وضعیت معلوم هست، چه برنامه های روی دست گرفته شده برای از اینکه وضعیت بهبود پیدا بکنه؟ چیزی که وزارت اقتصاد امیال کار کرده رئیس بحثشمون امی هست که ما بریم برای حمایت از تولیدات داخلی خود و بحث دیگری هم ما طرح را مشترکاً کار کرده رئیسیم که تا حد اقل بتانیم برای پس از سال، یعنی بعد از پروسه سال هم ما چگونه یک اقتصاد داریم مدلش بسازیم تا حد اقل بتونه که این وضعیت تغییر بده. بنان در وضعیت کنونی ما تاکیدمان بر یمی هست که ما حد اقل یک سلسله اقلام وارداتی را با حمایت و با در حقیقت همکاری با سکتور خصوصیمان تسریع بسازیم تولیدش، و خوشبختانه مارکتش هم در داخل افغانستان هست و تجربه هم نشان داده که ما میتونیم اگر تولیدمان سرعت بدیم تولید ظرفیت تولیدی از اون داریم. اما مهمتری است که او تولید ما از چینل زراعتی برای کمک صنعتی شوه و پروسه های صنعتی بودنی از او هم تسریع پیدا بکنه و در حقیقت ولیو اد شوه، یعنی ارزش افزایی شوه براش، اما زنجیره های ارزشی ایجاد شوه، مطمئنن که ما را میتونن به حد اقل به جایی برسونه که ما شدت حرکت فقر، شدت بیکاری را و کاهش رشد اقتصادی را به نحو جبران بکنیم که بحث در وزارت اقتصاد امی هست. و خوشبینی های دیگری ما هم برای ازی هست که ثبات سیاسی هست و موضوع صلح هست که مطمئنن اگری بیایه ما یک نفس بسیار راحت تر میتونیم داشته باشیم و مطمئنن که حرکت ما به شدت به جلو خواهد بود و مطمئنن از کشورهای آسیایی نه تنها جنوبی بلکه شما اشاره کردین دارین و وزارت های دیگر، چقدر از این طرح‌ها در وضعیت کنونی عملی خواهد شد؟ یعنی خوشبختانه یک قسمت زیادش که امروز می‌بینین وضعیت کنونی را که حداقل رشد داریم، رشد مثبت هست، نتیجه ای کار هست.
یعنی عوامل غیر اقتصادی او قدر تاثیرگذار نتونسته که بالایش بگذاره و این نتیجه ای کار اقتصادی بوده بیشتر. اگر شما فکر به این بکنین که یک کشوری در جریان جنگ هست، روزانه مثلا نیروهای دفاعی و امنیتی شما جان خود سپر میکنن و از این کشور حمایت میکنن، دفاع میکنن، در حالت جنگ هستن، سری از این هم رشد اقتصادی مثبت هست. این نشان میده که این از روی یک اتفاق نمیفته، بلکه یک سلسله کارها هست. اما اگر جنگ ختم شوه و این کارها با اون حالتش جریان پیدا بکنه، مطمئنن که ما با مراتب رشدی بهتر میداشته باشیم. مثل که مثالش ها. یعنی بحث 2008 تا 2010 را میگم یا 2006 تا 2010 را میگم، این است که یعنی افغانستان او ظرفیت برای این تغییر داره، به خاطر که تعداد جمعیت ما با او اندازه زیاد نیست، اما جغرافیای ما مملو از فرصت ها هست. نسل که در اینجا هست مثلا بیشتر از 60% نسل جوان هست، انرژی برای کار داره، توانایی برای کار داره که سرمایه گذاری بالشان شوه. و دوم مثلا معدن شما هست، از همه مهمتر موضوع نقطه امو جیوپولیتیک و جیو اکانومیک شما هست که یک ظرفیت کلان هست برای تغییر. و مطمئنن که میتونه هر کدام از این پروژه هایی که ما کلان مطرح کردیم، اینها استایست در آمدن سال، بسیاری از پروژه ها منتظر سال هستند، بخاطر که نتیجه باید بدن. باز نمیشه که در یک جایی که مسیر جنگ هست و وزن که از اینا هم بلند میبره، اینها باعث بشه که ما را مانع بشه برای حرکت های اقتصادی. و یک مثال دیگه هم میگم، مثلا بانکار ما روزا امروز بحث داشتیم، 12% مصارف فعالیت های عملیاتی شان 12% مصارف امنیتی است. حتی شما اینمی علی که مثلا در اینمی تلویزیونتان هستین، یک قسمت زیادی هزینه های شما هزینه های امنیتی است. اگر اینها کم میشه، اتومات کرده سری کیفیت کار شما سرمایه گذاری میشه، سری پروسه های به اصطلاح دیولپمنت یا انکشاف مثلا همی کمپانی شما سرمایه گذاری میشه. این باعث میشه که جای کار ایجاد شود. و آقای بهمن، روی کدام پروژه ها دقت بیشتر شود تا وضعیت از این بهتر شود؟ چیز کلانی را که ما فعلا داریم، اولین کاری که میتونیم بکنیم کاری هست که ما ظرفیت های تولیدی خود در داخل ببینیم. ما خوشبختانه در بسیاری از اقلام توانایی های تولیدی شم داریم و حداقل امسال نشان میده که ما توانایی تولید چه داریم. میوه های ما تولید شده میتونن، مثلا محصولات زراعتی ما تولید شده میتونن، یک سلسله از معادن کوچک و متوسط به کار گرفته میشه و بعضی پروژه های منطقوی حداقل ازش استفاده میشه. اینها را به این مسیر باید توسعه بدیم و حرکت بکنیم و از همه مهمتر زنجیره های ارزشی را ایجاد بکنیم، که بحث ما که در وزارت اقتصاد هست که 10 قلم وارداتی ما حداقل 30% تا 40% تعویض شود در داخل تولید شود، خود یزبی میتونه رشد 5%. چگونه آقای بهمن؟ قبلا با حمایت اندک پروژه های بزرگ ما در حال حاضر، بس اینکه ناامنی ها به شدت زیاد است، کارشون توقف است و همچنان کارخانه های تولیدی ما که چند پیش ما یک بحث داشتیم که بخصوص کارخانه هایی که در قسمت سنگ مرمر کار میکردن، از 107 کارخانه تقریبا 40 کارخانه فعال است. بحث ما همین است. با چنین وضعیت چگونه میتونیم که این پروژه خورا در اولویت بحث ما همین هست که ما باید حمایت زور ایجاد بکنیم و خوشبختانه که به اون مسیر حرکت شده رویست. اما هنوز هم که شما ببینید که سنگ مرمر یک قسمتش مثلا کارخانه ها، این متوجه باشین این که تنها موضوعی این نیست که دولت حمایت نمیکنه. یک بحث کلان شمی است که ما برق میخواین، برق وارداتی داریم، برق در داخل تولیدی نداریم که بعد حداقل نیازمندی از نرم افزار کنیم و یک قسمت سنگ از این متاسفانه قاچاق میشه. کسی هستن اما حکومت که دیده میشه که هیچ کار تا حالا نکرد در اندازه تلاش کرده. اگر حکومت تلاش نمیکرد، امروز شما در حدود نزدیک به 2% رشد که بانک جهانی میگه، اما چیزی که ما در حدود 2.5% میگیم، اینو نمیداشتیم در سال گذشته. و امسال هم چیزی که پیش بینی میشه در حدود 3% رشد اقتصادی نمیداشتیم. حداقل تلاش میشه، اما واضحه که این قابل قرائت ما نیست. در اندازه با گپ شما هم موافق هستیم که در بعضی جای ها ما واضحه میپذیریم که ما کمکاری های داشتیم، مشکلاتی هم داشتیم، اما متاسفانه که دست دولت هم به اون اندازه باز نیست که کار انجام بده. شما بودجه سالانه انکشافی تان، بودجه انکشافی سالانه تان در حدود نزدیک به 1.8 میلیارد است. 1.8 میلیارد. و نیازمندی بله. از برق شما نیاز دارین، خط آهن نیاز دارین، ریل خط آهن نیاز دارین، سرک نیاز دارین، پل پلچک و پروژه های کلان منطقه و حمایت از سکتور خصوصی، امنیت و و و موارد دیگر نیاز دارین. همه ی زیر با 1.8 میلیارد نمیشه تامین کرد و در کنار ازو بیشتر از این پول مصرف جنگ میشه. ما اگر بتونیم که وضعیت امن بیاریم، اتومات کده و پروژه او مبلغ میایه برای انکشاف، مطمئنن که وضعیت متغیر میسازه. و ما خوشبختانه تجربه خوبش داریم. تجربه خوبشی بوده که در شهرها وقتی شما بعدا در ارقام مراجعه بکنین، شهرها نسبتا امن بوده. میزان فقر عموما در شهرهای بزرگ در حدود 18% هست، مثل کابل. اما وقتی میرین به طرف بادغیس،
باز این فقر به بالای 85% میرسه، نشان داده که یک عوامل کلانی که تاثیرگذار بوده بالای ازی موضوع متاسفانه نامنی ها و اینها هست. تلاشای حکومت کرده آقای بهمن، شما چی فکر میکنید که چقدر بسنده بوده؟ تا حد اقل تلاش صورت گرفته، که شدت بحران کاهش بده، اما هنوز هم ما کاری داریم که باید کارخانگی ما زیاد هست. اما بانک جهانی میگه که ما به طرف بحران روان هستیم. به طرف بحران نیستیم، اونها گفتن که شدت وضعیت خوب نیست، اما پیشبینیشان برای امسال خوب است که پس دوباره اقتصاد افغانستان یک جمپ بالا را داره، یک حرکت به طرف بالا را داره و تا سال 2022 نزدیک به 4.5% رشد هم می داشته باشه. بنان وضعیت بحرانی نیست، اما کافی به این صورت نیست. آقای بهمن، ارقامی که برای رشد اقتصادی کشور همه ساله داده میشه دقیقاً چقدر دقیق است؟ حداقل به اساس همو پیشبینی هایی که ما میشه، حداقل تلاش صورت گرفته با اون که ما هنوز هم در امور نگرانی ها بر این است که این پیشبینی ها چقدر دقیق است. یک اجازه بده، یک قسمت از این ها به اساس جمع‌آوری اعداد و ارقام از وزارتخانه ها، ادارات تا ادارات سطح محلی ما هست، اما در بعضی قسمت تخمین هم وجود داره. اما یک نکته را میگم که من نمیتونم فیصدی تعیین بکنم که 10%، 20%، 100%، اما حداقل میگم که هنوز هم ما در جمع‌آوری ارقام با بعضی مشکلات مواجه هستیم، به خاطر که ارقام ما هنوز هم به شکلی امو هاردش میه. در دیگر کشورها اکثرا ارقام همون لحظه شما میتونید به دست بیارین، به خاطر که از هر گمرکش که تر میشه اتوماتیک سیستم هست، در هر جایش که تولید هست اتوماتیک سیستم هست، به شکل الکترونیک میاد. اما هنوز هم ما نتونستیم اون سیستم ها را ایجاد بکنیم تا ارقام بیاریم، اما حداقل میتونه به ما یک راهکار باشه برای آینده. و این ارقامی را که مثلا دولت افغانستان جمع آوری میکنه و پیش بینی هایی که صورت میگیره با چیزی که جامعه جهانی مثلا این را میکنه مثل بانک جهانی، بانکینگ شافیاسی، تفاوت زیادی هم نداره، اما در بعضی قسمت ها تفاوت هست، ناشی از همون ارقام هست و ناشی از شیوه های تحلیل است. در پانو برام هستیم بهمن صاحب و آخرین حرفتون هم میگیریم. آخر حرف که من میگم است که این سال خوبی داریم نسبتا به سال 2018، اما دیدگاه ما این است که وضعیت بسنده نیست و امیدوار هستیم که روند سیاسی را که ما داریم، موضوع انتخابات هست که انقریب هم آغاز میشه کمپین هایش و همچنان موضوع سال داریم، امیدوار هستم که هر دویش نتیجه مثبت خوب بتن تا ای که افغانستان از ظرفیت هایی که نهفته هست استفاده شود برای تغییر دسترخوان مردم. خیلی سپاس سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، از یک شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کار. و این هم قیمت طلا. و این هم قیمت مواد اولیه. سپاس از همراهیتان تا این دم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.